شاهزاده رضا پهلوی در آخرین مصاحبه‌ای که با صدای آلمان صحبت کرده نظرات جالبی رو عنوان کرده که قابل شنیدن است. شاهزاده رضا پهلوی که در 120مین روز انقلاب نوین ایران قرار داریم، بسیار امیدوارانه و بسیار خوب تحلیل میکنه و نظرات خودش رو درباره آینده ایران، حکومت بعدی ایران عنوان کرده و بسیار خوب هم صحبت کرده. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به مقاومت مدنی شهروندان و اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای که خصوصا در بین طبقه فقیر جامعه که اکثر اونها مردم ایران رو در بر میگیره، خیلی خوب میگه که با تلاش‌هایی که جوانان در خیابان‌ها و کوچه‌ها و معابر انجام می‌دهند برای رسیدن به آزادی، یکی از نتیجه‌هاش رسیدن مردم به رفاه اجتماعی و آزادی کامل هست. در حالی که طبقه مرفه جامعه در زمان آخوندها چپاول و دزدی بسیاری می‌کنند و افراد تازه به دوران رسیده‌ای هستند که بعد از این انقلاب شوم از راه‌های نامشروع پولدار شدند و با آدم فروشی و کارهای ضد ایرانی و ضد مردمی خودشون رو به پول و مال و منالی رساندند. اعتراضات و خیزش خیابانی مردم به عنوان راه حل نهایی است که باید از دست این رژیم سفاک مردم ایران نجات پیدا کنند. باید جوانان با شهامت در خیابانها ظاهر بشند و در 120مین روزی که داره از این انقلاب و خیزش میگذره، شاهزاده رضا پهلوی هم در آخرین مصاحبهش بسیار امیدوار هست که نتیجه مطلوب رو به زودی خواهیم گرفت. شاهزاده رضا پهلوی که الان در سمت مردم ایران قرار گرفته، یکی از رهبران اپوزیسیون ضد آخوندهاست که مردم هم اون رو بیشتر از دیگران دوست دارند، چون شخصیت رضا پهلوی یک شخصیت بسیار متفاوت هست با دیگران و اینکه وی از یک خانواده سلطنتی بوده و در گذشته هم پدر و پدر بزرگش به عنوان شاه ایران خدمات بسیاری برای ایران انجام دادند و ایران رو به شکوفایی و عظمت و عزت رساندند و در اصل خون و جون و روح اون کمک به مردم عجین شده. اگر به قول معروف از نظر ژنتیکی هم حساب کنیم، از نظر ارثی هم حساب کنیم، این ژنی که در وجود این مرد بزرگ وجود داره در صحبت‌ها و رفتارهاش هم مشخصه. آدم بلند طبعی هست، تازه به دوران رسیده نیست، نمیخواد جیبش رو پر کنه، نمیخواد دنبال منافع خودش باشه، چون آدمی است که در خانواده‌ای بزرگ شده که این مسائل براش حل شده است. اما اگر کسان دیگری که میخواهند بیایند و در وهله اول به فکر خودشون هستن، جیب خودشون هستن، پر کردن فامیل و اطرافیان و کسانی که با اونها نشست و برخاست دارند، جیبای اونها رو پر کنن تا بعد حالا برسن به این که میخواهن برای مردم چه کار کنند. نمونش جمهوری اسلامی است دیگه. همه به خوبی در طول 44 سال این رژیم تازه به دوران رسیده که از آدمای به قول خودشون پا برهنه آمدند، رئیس جمهور شدند، خصوص وزیر شدند، رئیس مجلس شدند، در مجلس بودند، تمام ارگانهای کشور رو در دستشون بود و دیدید چه بلایی سر مردم آوردند به خاطر اینکه اینها چشم و دل سیر نبودند، اینها کسانی نبودند که برای منافع مردم بخواهند کاری بکنند. همه جیبهای خودشون رو پر کردند. افرادی هستند که مشاهده بکنید چه از نظر ظاهری، چه از نظر روحی، چه از نظر برخورد با مسائل اجتماعی فقط به دنبال منافع خودشون هستند، هم منافع مادی هم منافع معنوی، که به فکر آینده و بهشت و رفتن به بهشت که در نزد خدا به قول خودشون بهشتی باشند، در حالی که
اینها همه گول زدن مردم هست. مردم مذهبی ایران که بسیار مهربان هم هستند گول خوردن، همون گولی که سال 57 خوردند. در رفاه آسایش داشتن زندگی می کردن، دغدغه‌ای نداشتند. مذهبی بودنشون کار دستشون داد و این باعث شد که این رژیم سفاک نصیب مردم ایران بشه. حالا من آخرین مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی رو که با تلویزیون آلمان صحبت کرده و میدانید آلمان هم این روزها برخوردش با آخوندها خشن هست و ماهیت اینها رو خوب شناخته، چندی قبل یعنی همین یکی دو روز قبل انجام شده با شاهزاده و ببینید چگونه شاهزاده منافع مردم رو تشریح میکنه و به فکر خودش نیست. توجه کنید. Let me start by asking, what is your interest in all of this? Would you like to see a role in the future of Iran for yourself? I have always stated throughout these 42 years that my only mission in life is to see to it that the Iranian people can ultimately determine their own future in a free and fair election. And the day that the Iranians go to the poll to decide their future, that would be mission accomplished and the end of my political mission in life. The UN High Commissioner for Human Rights has condemned the weaponization of death penalty to squash dissent. More executions are expected to take place. What can or what should the international community do to stop this? Well, the most important role that the international community can play in support of the Iranian people and in defiance of the regime's attempts of further executions or any kind of violence is to heighten the level of sanctions and punitive measures such as diplomatic measures by, for instance, expelling the diplomats and recalling their ambassadors or political boycott, as we have seen in the case of apartheid in South Africa in the past, and other measures that obviously will be discussed by various parliamentarians as measures to block assets or freeze assets of the regime's. در این قسمت کوتاه که من براتون گذاشتم دیدید چقدر صادقانه حرفشو میزنه و اینکه من در آینده ایران بعد از اینکه رژیم عوض بشه حکومت رو با نظر مردم برای خودش جیبی ندوخته، به قول معروف نمیخواد منافعی برای خودش باشه، برای مردم ایران دلسوزی میکنه، برای رفاه و آسایش ایران دل شور میزنه. به هر حال امیدوارم که این جوانان مقاوم و رشید و نترس که دارن کار خوب پیش میبرند ضربه نهایی رو هم به این ملاهای پست کثیف بزنند که حقه‌هایی هم دارند سوار میکنند تا دوباره خودشون رو نسبت به جهانیان مقبول نشو بدند، چون اینها دیگه آبروشون جلوی جهان با این کشتار تازه‌ای که انجام دادند دیگر آبرویی براشون نمونده. قبلا کشتار زیاد کردن، میلیون‌ها آدمو کشتن در جنگ، در تظاهرات، در دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90، همینجوری با آدمکشی و خونریزی و ترس و وحشت مردم حکومت کردند. اما حالا شنیدم که حقه‌هایی هم دارن سوار میکنن تا جهان رو گول بزنن. ویدیوشو گذاشتم در ویدیوی قبلی، قبل از این ویدیو ویدیویی هست در این مورد صحبت شده، دوست داشتید برید اون رو هم ببینید که اینها چه حقه‌هایی در سر دارن که خوشبختانه با پخش این خبر و این گزارشی که داده شد این نقششون هم نقش بر آب خواهد شد. لینکش رو پایین همین ویدیو میذارم تا اگه دوست داشتید برید نگاه کنید. با سپاس از شما تا برنامه‌ای دیگر. بدرود.